در روزهای چهارشنبه در باب شاهنامه صحبت میکنیم، مطالب مربوط به شاهنامه و در داستان ضحاک هستیم که امروز ادامه خواهیم داد. همونطور که قبلا خدمتتون اعلام کردم، امروز قرار بود که با استاد خویی صحبت کنیم، اسماعیل خویی، و صحبت کردیم. امروز یک کسالت مختصری داشتن با عرض کنند که در منزل دوستی، و ما این برنامه رو به هفته های بعد موکول کردیم ببینیم حال ایشان چگونه خواهد بود. البته هیچ گونه نگرانی نیست، یک کسالت مختصری بود. اما اجازه بدید که عرض شود که این مطلب به خدمتتون بگم، چون یک 8 بیتی شعر در اینجا هست، ما خدمتتون بخونم. و اون این که هر موقع من با این بزرگوار صحبت میکنم و این شیوه متین و محکم او رو در قصیده میشنوم، یک هیجان فوق العاده به من دست میدهد که ببینه نمیدارم نیم ساعت تا یک ساعت ادامه دارد. و اصلا تحت تاثیر شعر او یک مزامینی هم به ذهن بنده میرسد. این است که یک قصیده ایشان خوند بر همین وزن و اوزان و قواوزن و قوافی یا قافیه این شعری که من خدمتتون میخونم، و چند ترکیب به کار بردن که این ترکیب ها رو معرفی کنم. یکی اطلب العلم ولا هم بسین، یا اطلب العلم ولا هم بسین، یعنی طلب علم بکنید اگرچه در چین باشد. و عرض شود که یکی هم دیدم که یاسین رو به کار برده بود، یاسین در گوش خر. اینا رو من در اینجا به کار بردم، 7-8 بیتیست. البته گفت وح که چه خنده زنند بر من و تو کودکان، اگر کسی شعر من سوی خراسان برد. این شعر رو به خویی تقدیم کردن، عرض کنن که زیره به کرمان بردن و شعر به خراسان بردن است. اما به هر صورت میخونم خدمتتون همون وزن و عرض کنم قافیه قصیده بسیار بسیار بلند و زیبا خویی است. این رو عرض کنم تقدیم میکنم به استاد ارجمند. چند بیت هم بیشتر نیست. البته ای خراسانی که ملک شعر در تمکین توست، کام جان شیرین مدام از چامه شیرین توست. اطلب العلم ولو بسین که اون تازی نوشت، علم نی در چین که زیر خامه زرین توست. در گلستان سخن ای باغبان چرب دست، چامه های نغز و شیرین لاله و نسرین توست. من نه تنها مهر می‌ورزم بدان طبع بلند، اهل فضل و معرفت را گفتگو تحسین توست. هیچ خر از خواندن یاسین نشد آدم، ولی که گوش ملایان بدین امید بر یاسین توست. دارویی از شعر تر کن ای طبیب چاره ساز، زن که درد اهل دل را چاره در تسکین توست. رهرو عشقی و راه کعبه دل می روی، ره برون بردن ز ظلمت های گیتی دین توست. بر دهان ها قفل بربستند و خاموش است شهر، بر دهان ها قفل بربستند و خاموش است شهر. نکته ها را عالمی مشتاق بر تبیین توست. خوش به میدان تاختی ای تک سوار پارسی، شکر ایزد را که بر اسب بلاغت زین توست. این هم عرض کنم که هدیه بسیار بسیار ناچیز و مختصر تقدیم استاد بزرگوار جناب خویی. خویی مرد بزرگی است، مبارز بزرگی است، متفکر بزرگی است و انسان بزرگی است. این عرض کنم شد آخر از همه چیز واقعا مهمتر است. بله، مدت هاست که ما در خدمت شما هستیم. چند سالی است که من از طریق تلویزیون و خدمتون بارها گفتم هرگز گمان نمی کردم و نمی خواستم که یک روزی عرض کنم که در تلویزیون بنشینیم و از این کارها بکنیم و اینها، یعنی از نظر عرض کنم که نوع کار، چون من در ایران که ما بودیم و اینها گمان کردیم این تلویزیونی ها و این رادیوچی ها عرض کنم که مردمان کم‌مایه هستند. هر سیستم استبدادی همیشه همینجور بوده، ولی چنین نیست. در واقع این وسیله بسیار بسیار نیرومندی است و با خدمت شما عرض کردم
این که مسیح میگوید سرانجام حقیقت تو را نجات خواهد داد یا the truth shall set you free، این truth رو ما در علم پیدا میکنیم. مشکلات ما رو علم حل کرده است، جهان پرشگفتی است چون بنگری، ندارد کسی آلت داوری. تو را تن شگفت است و جان هم شگفت، نخست از خود اندازه باید گرفت. خردمند کیم داستان بشنود، به دانش گراید به دین نگرد. یعنی که حل معضلات گیتی و رموز و قهوز و ارز کنم پیچیدگی های طبیعت اینها در علم هست، با خرافات اینها میسر نیست. باری امیدوار هستم که بتوانیم دوباره با اسماعیل جان خویی صحبت بکنیم. یک فیلمی برای من فرستادن دیشب نشون دادم، از شما خواهش میکنم که خوب دقت بفرمایید ببینید کار ما از توهین و تحقیر به کجا کشیده است، در کجای جهان چنین چیزی هست. با الاغ‌ها سگ‌ها این رفتار نمی‌شود که با مردم ما توسط این رژیم پربرکت اسلامی و هر دیکتاتور دزدی به حکومت میرسد و چماق قدرت رو به دست میگیرد، یک اداره درست میکنه به امنیت ملی. این امنیت ملی نیست، امنیت ملی رو اینها به خطر انداختن. امنیتی در کشور نیست، امنیت ملی خودش میشود ملت. محاربه با خدا، قیام علیه امام زمان، هر جا سخنی از آزادی، آزادی خواهی و انسانیت هست، تعبیرش این هست که با امنیت ملی ده. در روزگار گذشته همین بود، اقدام برای بربر زخم زدن اساس سلطنت به خطر انداختن امنیت ملی. شما ملاحظه بفرمایید یک جوانی رو گرفتن، حالا این جوان چه کرده است؟ فرض کنید که 50 نفر رو هم کسی بکشد در این کشورهایی که فرض کنم صاحب دارد و قانونی بر کار هست، هرگز چنین چیزی محال، تصورش محال هست چنین چیزی، نه اینکه عملش محال است، تصورش هم محال هست. حتی در روزگار فرض کنید استبداد مرحوم رضا شاه، مصطفی الممالک میگوید که این خان بلوش رضا شاه رو گشته بستاندار یاغی شد و حالا ممکن است حتما مرد آزادی خواهی بوده، میگفتن یاغی، و 50-60 نفر ژاندارم رو کشته بود. وقتی که من آمدم در دربار و اینها دیدم که قهوه‌چی چای آورد، یک مرد ژنده اونجا نشسته بود. مصطفی میگوید چای رو بدین به حضرت آقا، به ایشون اینها. بعد رضا شاه و تیمورتاش در داخل صحبت میکردن، تیمورتاش به قربان خودشه، قربان عکسش آورده خودشه. گفت رضا شاه خیلی با احترام با این صحبت کرد، گفت چرا این کار رو کردی اینها. بعد بردن به هر صورت او رو اعدام کردن، کسی او رو شکنجه نکرد، پوست او رو نکند، کاه نکردن. این وضعیت امروز که در ایران هست ناگفتنیست. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که عرض شود که چون ما لغت رو کاربردش رو برای اموری به کار میبریم که موجودیت دارن، چیزی که موجودیت نداره لغتش هم نیست. برای این رژیم و عملکردهاش و کارهاش و جنایاتش و فجایعی که به این ملت تحمیل کرده واژه و لغت نیست، اصلا برای جهانیان قابل قبول نیست. ملاحظه فرمایید یک جوانیست و وقتی که اینها میزنن و عرض کنن که شلوارش از پاش میکشن، میاندازنش مثل یک بخچه توی صندوق عقب. بله ملاحظه فرمودید که عمق فاجعه تا کجاست. در واقع یک یادداشتی به من دادن که این در علی گودرز بوده است اواخر شهریور و جرمی متمایل نکردن که به چه جرمی بوده است و اینها، به ما گفتن که این داستان در اونجا بوده و این طبیعت خشن و این چه میبینید قطع نظر از این که اساساً رژیم های سرکوبگر وسیله حکومتشان همین است که ملاحظه می‌فرمایید. اینها از جای دیگری هم الهام می‌گیرند، یعنی که از شبت که همون دوستان مدینه و اینها که پیدا شدن گفتن هر کس با ما مخالف است، مخالف که چه عرض کنم، هر کس حرف ما رو قبول نمی کند چون این بر حق است، حق در اسلام است، اسلام آیین حق هست، غیر از اسلام، غیر اسلامی ناحق هست و اینها رو بکشید، تفاوتی نمی کنه، اینها دشمنان ما هستن، حذف فیزیکی،
هرگز شنیدید که بگن که آقا با این کفار بشینید صحبت کنید، ملایمت کنید، چنین بکنید، چنان بکنید؟ نه، اینها رو بکشید، شمشیرها رو برکشید، همه یک سر قتل کنید. و این توفیقی که اینها به دست آوردن، یعنی اون 780 نفری که رفتن به مدینه، بعد هر شبت که در اطراف مدینه دزدان بودن، دزدای انفرادی بسیار دیده میشد، اینها وقتی که گفتن که آقا دست جمعی دزدی هست اینجا و از خوب است و اینها، بعد از مدتی میگوین یک نفر دزد دیگر در اطراف مدینه دیده نشد، چون همه آمده بودن و شهادتین رو گفته بودن، در جزء اسلامیون شده بودن. هیچ کس هم نپرسید سابقه تو چه است. حذف میکردن اینها، هر کس که با اینها مخالفتی داشت، اگه شاعر بود، نویسنده بود، زن بود، پیرمرد بود، اینها فرقی نمیکرد، میکشتن، حذف میکردن. و آقای خامنه‌ای هم روزی که آمده است، بنا به گفته آقای گنجی که در اون رژیم بوده، آقای اکبر گنجی گفته است آقا یک معدودی آمدن در مدینه با اعمال وحشت و خشونت و آدم کشی توانستن حکومت برقرار کنن، ما باید این کارها رو بکنیم. ما هم باید از این کارها بکنیم، با ایجاد رعب و وحشت و اینها، انسو به رعب ایجاد وحشت بکنیم، ماسا رو همه کیسه میکنند و اینها، و ما به حکومت پربرکت خود ادامه میدهیم. در قرن 21 قانون رو ملاحظه فرمود، اینا مجریان قانون بودن، لباسشون لباس پلیس بود. و میخوام خدمتتون بگم که حالا در مثل مناقشه نیست، عذر میخوام از شما، این شعر سعدی است که چو خر گوش افکند در بردباری، کند هر کودکی بر وی سواری. مگه میسر هست در همون عراق روزگار سابق، وقتی که جنایات عدهی پسر صدام رسید، عراقی دست به اسلحه بردن و زدن او رو برای کشتن، که فلج هم شده بود تا حدودی این آقای عدهی. من تعجب میکنم واقعا شیاستان چیست در اون مملکت، چگونه اینها میتوانند در شهر زندگی بکنن این آدم ها، چگونه میشود یک آخوندی دستور سنگسار بده در بلوچستان در هر جا و بعد زندگی راحت داشته باشد؟ یک مرد پیدا نمیشه در اون حدود یه درسی به یکی از این آخوندها بده؟ آقا این ماسم اونا ما سر کیسه بکنن. در روزگار شاه سلطان حسین حرف میشود که این محمود افغان و دزداش اومده بودن اصفهان رو گرفته بودن، زیباترین پایتخت جهان رو خراب کرده بودن، کتابخانه‌اش هم سوزونده بودن و شاه رو گرفته بودن، زناش رو ریپ کرده بودن، تقسیم کرده بودن و اینها. حزین لاهیجی مورخ و شاعر میگوید که من دیدم به چشم خودم که اصفهانی نشسته بودن، از این اصفهانی ها 20 نفر 30 نفر 40 نفر کنار دیوار، یه افغان میامد با خنجرش و اینا. دستور امروز 100 تا سر رافضی 500 تا سر رافضی ببرم به پیشگاه محمود، محمودم دیوانه شده روی نواخه. اینا میگفتن مقدرات آسمانی بوده که شما سر ما رو ببرید، بفرمایید این گردن ما، این شمشیر جناب عالی. و اینا چون از منطقه خشک آمده بودن کنار اصفهان و زاینده‌رود و اینا، مالاریا گرفته بود. این مطلب رو دو بار گفتم خدمتتون. اینا بعض اوقات این می‌خواستن سر ببرن ببرن و اینها، دچار تب و لرز می‌شن، می‌افتن زمین. یه مردی بلند نشون بشین باهاش خنجر یارو بگیره سری یا بابا رو ببره. می‌نشستن تا تب و لرزش تموم بشه. مقدرات آسمانی است، چون شاه گفته بود که خب دیگه مقدرات آسمانی بوده که تو بیا شاه بشی، ما اونجا باشیم و اینا، نوکر شما باشیم. سر اینا رو میبری. از وضع از اون بدتر شده، چون مربوط به 500 سال پیش است. به ما که حتما یک کاری کرده. خب من میخوام خدمت شما از شبت که از این کتاب تاریخ مشروط ایران، موضوع 20 مجاهد تبریزی بودن اینا، 20 نفر، حدود 18 تا 20 نفر اینا، این 20 نفر کشور رو از سیطره استبداد نجات دادن، یعنی پرچم آزادی رو نگه داشتن. حداقل قدر میتونم خدمتتون بگم ستارخان بود و باقرخان بود و حسین باغبان بود و روز کنانی بود و چند نفر یه اسماشون اینجا هست. همه دولت و سوارانش و توپخانه هاش و مرتجعین و اینها پشت بودن که تبریز رو بگیرن، نمیشد. به شجاعت 20 نفر، یه تیکایی براتون میخونم. مخصوصا من این کارها رو انجام میدم که عرض کنم که ما بدانیم که ما اسرای تاریخی نیستیم.
در سابقه ما شجاعت بوده و آزادی خواهی و ضرورتش امروز کاملا محسوس است. یک عکسی اینجا هست از حسین باغبان با تفنگ روسیش، تو اسلحه‌اش هم روسی بود، نوغان. خب حالا میخونم خدمتتون. بله خب، کسروی مینویسد شنبه سوم مرداد 26 جمادی الاخر یا جمادی الاخرا هم میگویم بار دیگر جنگ برخاست. امروز دولتیان درباره ستارخان نقشه کشیده بودند و از این رو از چند راهی خانه ها را شکافته و جلو آمدند و انجمن حقیقت را که جایگاه ستارخان می بود از چند سو فرو گرفتند، از چند سو به جنگ و تیراندازی پرداختند. در همان هنگام توپ ها نیز می قرید و گلوله بر سر امیرخیز می بارید، بلکه سواران یک توپی با خود آورده از نزدیک سنگرهای ستارخان را می کوبیدند. چون محمد علی میرزا از دیر کردن کار خشناک و به رحیم خان و سرکردگان سخت می گرفت، امروز به آن می بودند که باری امیرخیز را از میان بردارند. یک محله سنگ در تبریز و به دینسان دلیری می نمودند، ولی ستارخان همچنان پای می فشرد و از این سنگر به اون سنگر می جنگید و تا شام می کوشید تا سواران کاری نتوانسته بازگردیدند. در بلوای تبریز 70-80 تن از دولتیان کشته، از مجاهدان تنها 4 تن کشته گردیده. بعد اینجا این رحیم خان که سپهسالار ارتجاع بود دست و استبداد تلگرافی کرده است به محمد علی میرزا، براتون میخونم خدمتتون همش، البته خیلی طولانی است، یک تکه هایش رو خدمت شما میخونم. برز خاک پای مقدس همایون شاهنشاهی ارباه نافرا 21 شهر سامخان و حسین پاشاخان را با 150 نفر سوار از فلانجا به فلانجا فرستادم. حالا اینو من میگذرم ازش. اینجا میگوید من 100,000 فشنگ، ببینید میگوید که بیشتر از این نبودن فشنگ و جیره سوار است. قسم به نمک با محک الان معطل فشنگ هستم. فشنگ و جیره جسادت عرض می نمایم، مرحمت نمی فرماین. خود غلام اونقدر می توانست از خود 100,000 دانه فشنگ گرفته به سواران دادم. همه در این دعوا تلف شدن. یعنی فقط 100,000 فشنگ باریدن به سر این محله امیرخیز و ستارخان و یارانو رحیم خان. بقیه داستانم البته خیلی طولانی است. میگوید که روزهای یک شنبه و دوشنبه 4 و 5 مرداد تاختی از سوی دولتیان رخ نداد و جنگ از سنگرها پیش میرفت و توف به تفنگ کار میکرد و در همون حال حاجی ابراهیم صراف به نمایندگی از رحیم خان برای گفتگوی آشتی آمده بود. امروز یک شنبه پاشابه که یکی از مجاهدان دلیر و نگهبان بازار می بود، چون در جنگهای دوره پیش زخم برداشته بود، درگذشت. اتفاقا یه عکسی هم اینجا از مجاهدان هست با اسلحه موزر، اسماعیل خویی یکی از مجاهدان تبریز، هم اسم دوست بزرگوار ماست. خدمت شما عرض کنم که این رژیم کسی را که بخواهد بسوزاند و بیکار بکند و بیحسیت بکند میرسد به خارج. از راه دور هر شبت که تبل ها بسیار صداش البته بلند هست و اینها، و بعد اینها میدانند که وقتی که فعال سیاسی دانشجو کسی رو بفرستن به خارج، اینجا بعد از مدتی هم خودش دست بر میداره از کارها. گفت چه کند کسبه دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد، هر که وارد زندگی مادی آمریکا شد از دنبال بکن، چاره نیست و فراموش میشه. یه 4 تا مصاحبه و اینها و خطری هم برای رژیم ندارد. این است که عرض شود که و کسانی که میمانند البته جانشان در خطر هست. مدت هاست من زنگ میزنم حشمت الله رو پیدا کنم، تبرزدی رو که البته در این سالیان دراز شاید مکالمات ما بیشتر از 5-6 بار نبوده، اما مدتی است که نگران حال او هستم. هرچه زنگ میزنم پیداشون نمی کنم. این است که اگر ایشان را، امیدوارم این مرد شجاع سالم باشد. حشمت الله تبرزدی شجاعت دارد و مطالب خود را میداند و این رژیم را به نیکی شناخته و اگر میتوانستم با ایشون صحبت کنم خیلی خوب میبود. باری این یک موضوع. یک نواری هست میخوام، روزی 300 تا تلفن اینجا میشه، همش حاکی از محبت و اینهاست. این چیزی براتون پخش میکنم فقط برای
این هست که شاید یک تقویت روحیه‌ای باشد برای کسانی که به آزادی فکر می‌کنند، به خصوص جوانان. صدای هموطنی است برای ما گذاشته است. فکر کردم بعد ایشون موضوع آزادی و حقوق انسان رو مطرح کرده. اجازه بفرمایید که برای شما پخش کنم. با سلام به یگان مرد سرزمین جاوید ما آقای مشیری، اگر بهت بگم چه کردی با ما تو این مملکت، تو این چهار دیواری ایران، خندت میگیره. یک عمر ما بر چه میراندیم؟ عرضم به حضور آقای مشیری، خدا به ما یه ذره اینجا کار داده، هفتش هم جوان دوروبر ما، یه چند تاشون دانشجوان که با هم کار میکنیم اینجا، از عاقلش گرفته تا اون نادونش. در مورد آزادی انسان هر چی گفتی، هر چی ما شنیدیم، خدا میدونه که الان داریم اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. نمیدونم از ایران چطوری میتونم کمکت کنم. به والله اگر شما نبودین، همون خدای مجینه که شما میگین، من ماهواره اصلا نمیخریدم. حالا یا میخوام کافر بشم با حرفای شما، من میدونم خدای خودم، یا به قولی به راه راست هم هدایت بکنم. به قول اگر عجلی میخوام بدن اون دنیایی که دنیای نادیده رو به شما میخوام بدن. خدا فقط نمیدونم باز این کلمات الله مدینه نی، این خدایی که من میگم اون خالق خودمونه، نمیدونم چه عجیب تو بخواد بده، خدا میدونه، خدا خودش میدونه. فقط اگر میشه در مورد مقالطات این آقایون از کتابای خودشون مثلا. خب عرض می شود که این، ممنونم از این هموطن گرامی، امیدوار هستم که این موضوع آزادی و حیثیت انسان رو فراموش نکنیم. من فکر میکنم آدم های دنیا، آزادی خواهان دنیا، یا آزادی رو به دست میابرن یا زندگی نمی کنن. چون زندگی که زیر استبداد و بردگی نباشد زندگی نیست، فقط زنده موندن است، مثل حیات حیوانی یا حیات گیاهی. حیثیت انسان به آزادی اوست، نه اینکه فقط زنده باشد. و این در موضوع خدا که هر سبت که این صحبت کرده است و اینا، انسان حیوان منطقی است، حیوان سیاسی است، حیوان معنوی هم هست. ما به خدا، به خدا نیازمندیم هموطنان. بقیه هشت و زوائد است. خدای هر کس هم به اندازه ظرفیت عقل اوست. خدای هر کس گفت آب جیهون را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی بتوان چشید. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. یعنی ظرفیت کوزه از دریای به این بزرگی همون قدر است که ظرفیت کوزه است، بیشتر از می که ما نمیتونیم در کوزه بود. این است که عرض کنم که خدا به جهت این که عرض کنم که امری متصور است، امری متعالی است، امری متعالی است، بنابراین ذهن انسان رو به تعالی بایستی سوق بدهد. برداشت انسان از خدا یعنی یک برداشت متعالی، یعنی هر چقدر ما ذهن رو متعالی کنیم و به درجات بالای انسانی برسیم، باز از اون هم بالاتر بایستی رفت. این یک موضوعی بوده که عرض کنم که بسیار اهمیت داره که ما توجه بکنیم. من دیدم هموطنان زنگ میزنن اینا اسم خدا میبرن، مثل که حس گناهی هم میکنن. من هرگز چنین چیزی نگفتم، از ابتدا هم عرض کردم خدمتتون، ایرانیان خداپرست بودند. زمانی که عرب ها سنگ میپرستیدند و اینها، ناگهان اینا با شمشیر آمدن گفتن نه، اون خدای شما به درد نمیخورده، زاله بوده، این الله مدینه درست، این هم قوانینش. و چون ظرفیت هر کس با کسی دیگری فرق میکند، این هست که این موضوع خدا رو نمیشود تحمیل کرد بر جامعه. یه خدای حقیر آخوندی رو نمیشود بر جامعه تحمیل کرد. این کتاب خدا رو به قول خودشان هر کسی باید بتواند بخواند و تفسیر کند برای خودش. این حق ملا نیست، حق آخوند نیست. در واقع این تکیگاه روحی که هست و تنها فایدهش هم بایستی همین باشه، و خدا رو ما سرچشمه همه نیکی ها میشناسیم و زیبایی ها و سرچشمه کمال و جمال. این خدایی نیست که بیاد دخالت بکند به کار تغییر و نقیر. حالا هر موقع میگم
بنده تقی و نقی، چون خیلی راحت است. آقای ابوالفضلی زنگ میزنن که اسمشون تقی داده شونم نقی. بعضی اوقات میگم تقی زد تو گوش نقی، گفت آقای نقی عصبانی شد. درود برسن به ایشون. باری من چنین نیست که خدا بخواد به کار انسان دخالت بکنه. بارها خدمتتون عرض کردم که متفکران بزرگ در روزگاران نمیدونم گذشته اینها همه بر این بودن که آقا این خداوند در کاری جزئیات انسان کاری ندارد. آخرین اینها آقای اینشتین بوده که اساسا به خدای شخصی معتقد نبود. خدای شخصی یعنی خدایی که شکل شخص هست، یعنی ریش داره و پشم داره و نمیدونم کله داره و عصبانی میشه و وقتی که چاپلوسیش بکنی خوشحال میشه و وقتی حرفشو گوش نکنی به خشم میاد. خلاصه این الله مدینه به صورت یک عرب شیخ عصبانی است. صفاتش کلا عربی است و مذکرم هست. ان الله هو الذي خلق السماوات والارض. یعنی خدا اون مردی است که سماوات زمین ها و آسمان و زمین ها رو کرده. خود آسمان هم کلمه مغلط است، ببینید آسمان وجود نداره. کدوم آسمان؟ شما برید به کره ما زمین آسمانه. ان الله هو الذي خلق السماوات والارض. بنابراین خدا خدای شخصی است. به قول انگلیسی زبان هم میگن پرسونال گاد. فشار می آوردن به جان این مرد آقا خدا رو قبول داری یا نه؟ از پاپ بگیرید تا کاردینال آقا شما نظر راجع به خدا چیه؟ آقا دست از سر من بردارید. چی شما میگی؟ آخرش مجبور شد به او فشار آوردن، گفت آقا من خدای اسپینوزا رو قبول دارم، چون اسپینوزا معتقد به وحدت وجود بود، یعنی که هستی یکیست. و استدلال خیلی جالبی هم میکرد. البته این داستان وحدت وجود اینها مطلع هستید که بیشترین گسترشش همین نزد عرفای خود ما بوده است و اینها مولانا بهترین جلوه های فکریش همون جاییست که در باب وحدت صحبت کرده است. وحدت وجود یعنی وجود یکیست و او استدلال میکرد اسپینوزا، باروخ اسپینوزا حکیم یهودی که او رو تکفیرم کرده بودن خاخامای یهودی و همه آخوندها از یک جنس هستن و همه پلید هستن و همه ریاکار هستن، آخوند یهودی، آخوند زرتشتی، آخوند نمیدانم مسیحی، آخوند شیعه، آخوند سنی بر زمینه تنگ نظری و ریا کار میکند. شما نگاه کنید آقا به کارهای اینها، بیاورید آقا به عنوان مثال بنشینید آقا جان، بیارید کارین آخوندها رو نگاه کنین از کلینی تا خمینی، ببین آقا یه سطر قابل خوندن که به درد انسان بخوره در اینا هست. باری این آخوندها میگفتن که خیلی خوب خدا وجودیست بی نهایت، یعنی لبرگرنده همه چیز. اسپینوزا میگفت خب اگه شما میفرمایید خدا وجودش بی نهایت هست، ما که خدا رو نمیتوانیم بیاوریم در مرز هستی و در اونجا وجودش رو متوقف کنیم، این در تضاد میفته. بنابراین اگر بگوییم خداوند وجودش بی نهایت هست، یعنی همه هستی رو در بر میگیرد، در همه ذرات هستی جلوه میکند وجود حق، و این یک مکتب بسیار بسیار انسانی است. وقتی ما بپذیریم که در هر ذره از ذرات هستی ذات حق جلوه‌گر هست، اون موقع تعصبات تنگ نظرهای دینی یک سره کنار میره. وقتی به چهره یک یهودی نگاه میکنیم، به یک سنی نگاه میکنیم، یک سیاه پوست نگاه میکنیم، اگه شیعه باشیم و اینها، اگه وجود خدا رو در همین متجلی ببینیم، دیگه تعصبی نخواهد بود که تو نجس هستی، من اون کاسات رو ببر اون طرف، خونت نجس هست، همونطور که خمینی تشکیلات میرسه همه آخوندها خونش نجس هست، ناخونش نجس هست و اینها. این مزخرفات تنگ نظرانه آخوندیست. حالا میخوام خدمت شما داستانی بگم که حالا در همه قضای جدی، اینم قضیه البته جدی است، اتفاقی است که برای بنده افتاد دو شب پیش. ما اینجا جایی که هستیم پشتش صحراست، صحرات دشت هست دیگه، دشت و اون درخت، اون دو کیلومتری درخت و اینها خیلی شباهت دارد به محیط روزگار کودکی من، من به این جهت اینجا هستم. حالا من وارد این قضیه نمیشم که محیط کودکی انسان در نگرشش به جهان خیلی خیلی تأثیر داره. حالا گذشت از عوامل دیگر مثل تعلیم و تلقین پدر و مادر، محیط جغرافی آدم در زندگیش خیلی تأثیر داره. شاید یکی از عللی که همه بزرگان ایران اهل ده بودن، از فردوسی تا مصدق، فراهانی، دیگران، شاید همین هست که این محیط گسترده طبیعت از کنم که
با تنگ نظری سازگار نیست. وقتی شما افقهای دوردست رو دیدید هر روز صبح، دید بسیار تفاوت میکند که در یک آپارتمانی انسان به دنیا بیاد، هر طرف حرکت بکنه شانش گیر کند به دیوار یا 3 متر و نیم بیشتر دید نداشته باشه. این تأثیراتی داره، این تأثیر نیست. باری بدین دلیل بنده اینجا هستم و عرض کنم که پریشب بنده رفتم در دستشویی، دیدم یک موش کوچکی به قدر دو اینچ و نیم 3 اینچ فرار کرد، خودش رو پنهان کرد، جایی هم برای فرار بیچاره نداشت. و من ایستادم اونجا که حالا چه بکنم من با این موش کذا و کذا. و این که از من گریخت این است که این موش میداند که این انسان حیله‌گر او رو میکشد و به همین دلیل از حیوانات دیگه شاید فرار نکنه. آهوها در صحرا به محضی که بوی انسان میشنوند یا میبینن فرار میکنن، اما وقتی شما سوار اسب بشوی آهو بیچاره فرار نمیکنه، چون میبینه یکی از جنس خودش داره بهش نزدیک میشه. به همین دلیل در آمریکا سوار شکار آهو غیر قانونی است، زندانی دارن، چون بیچاره آهو فرار نمیکنه از اسب، اما نمیداند که اون انسان حیله‌گر حیله ها انگیخته، عرض کنم که باروت اختراع کرده، نمیدونم فولمینات جیوه اختراع کرده برای چاشنیز، برس برنج آورده فشنگ ساخته، آهن رو از زمین در آورده لوله تفنگ ساخته و اینا که اینو بکش. باری من ایستاده بودم اینجا و این موش در اون پشت من گم بود، قلب موش هم 400 بار در دقیقه میزند. حالا من موندم و این موش، حالا من این موش را بکشم به قول این آخوندها. فکر کردم که خب چه چیزی این حقانیت رو به من میده که این موش رو من له کنم. خیلی کار راحتی بود، موش کوچکی بود، اون پشتم جایی هم نداشت بری بچرخه، نه سوراخی بود نه چیز. گفتم که زور که سرچشمه حقانیت نیست، این که حالا این موش قدش 2.5 اینچ من قدم میگم 1.90 سانتی متر و اینها و اینا، به من این حقانیت رو نمیده که این موش رو زیر پا له بکنم. و این وقتی که فکر له کردن این موش به فکر من آمد، یاد حرف سقراط افتادم که هر کسی بدی میکند در حق خود میکند. یعنی که این موش رو اگر من زیر پا له کنم، از کنم که این جسد له شده، این موش در این ذهن من نقش میبنده تا آخر عمر من باید زجر بکشم. یعنی هر موقع من وارد جای بشم، هر موقع اسم موش بیاد، این صحنه فجیع منو آزار میده. این است که دیدم که زور هم این در این جنگ نابرابر این حقانیتی ندارد که من بخوام این موش رو بکشم. بعد فکر کردم که خب من باید این رو بکشم به جهتی که آمده است اینجا. اینجا جای من هست و این حق نداشته بیاد اینجا. دیدم این هم مغلطه است به جهت اینکه موش که قیاس و استقراب و تفکر اینا نداره که بدون آقا اینجا یه جای چه فکر کرد اینجا جای گرمیست دنبال غذا بیچاره آمده و اینها. بعد دلیل استقامی که به نظرم رسید این بود که دستور اسلامی که اقتل موزیل قبل یوزیل همچه چیزی هست، حالا من نمیدونم صحتش اینا چه هست و اینا. دیدم که آقا این اذیتی هم که نکرده، تا اونی هم که نداره، اگه بود من میشنیدم. بنابراین این دلیل من هم باطل هست برای کشتن این موش. و یه چند دقیقه طول کشید و اینها گفتیم خب ما باید این موش رو راهنمایی بکنیم به محیط خودش. حالا چگونه؟ حضرت موش که نمیرفت، در حال بازگشت این کارتون گذاشتم اینا فایده نداشت، آمد بیرون و پنهان شد، معلوم نشد کجا رفت. باری ما رفتیم در این والمارت اینجا، گفتیم آقا ما دنبال تله هستیم، اما تله ای که آزار نرساند، چون تله ها میدونید خیلی چیز وحشتناکیست. اینها یک چیزهایی ساختن به نام جعبه موش. این یک دری دارد که از یک سو وارد میشه، موش اونجا گیر میفته، زمان بسته این بسته میشه دیگه نمیتونه فرار کنه. آمدیم و عرض کنم که چند تا از اینا گذاشیم به اطراف و 2 روز بعد آمدیم دیدیم که بله این جناب موش از اونجا گیر افتاده و از ساعتی بردمش در صحرا بازش کنم نمیامد بیرون، چون در اونجا حس امنیت داشت، بکردیم این آدم قاتل میخواد حتما منو بکشه. باری ما فشار دادیم این هینچه این چیز باز شد و موش ابتدا اندکی لنگی میزد اینها، بعد که مطمئن شد که ما کارش نداریم رفت. این مطالب خیلی مهم است هموطن، یعنی این
خواهم بگم خدمتون که در هندوستان که من بودم بسیاری مطالب رو من آموختم در هندوستان، اینها دیدم همه چیز در هارمونی هست با هم در طبیعت و هیچ چیز ضرری نمیرساند به کسی. کسی در اندیشه کشتن آهو نیست، در اندیشه کشتن طاووس نیست، در اندیشه کشتن خوک ها نیست. اینها حتی یه جا ایستاده بودم عکسش هم دارم، یک بقالی رو دیدم اونجا در شهر اودیپور، اونجا که این گونیهای برنج باسمتی خیلی گران قیمتش اونجا بود، بیشتر از 2000-3000 گونجیش داشتن اینا رو می‌خوردن. گفتم آقا اینا رو یه صدای سری صدای برن اینا دارن گونه می‌خورن. گفت حق خودشونو می‌خورن. این 300 رو بزرگواری در حق حیوانات و عرض کنم که محیط زیست، اینها خیلی خیلی اهمیت داره. البته گاندی میگوید، بارها گفتم، میزان مدنیت یک جامعه ای رو بایستی در مناسبات اون آدم ها با حیوانات اون جامعه در نظر گرفت. من شنیدم در خیابان های تهران سگای زخمی شل میچرخن از این سو به اون سو، در این زباله‌دان ها هر جا بگیرن اینها رو میکشن و اینها، این خیلی غم انگیزه، فاجعه است هموطن. اسلام فرموده است که این سگ ها رو بکشید. حالا اسلام تقلید یهودی ها میکرد، اینا هرچی در نوشتن اینا فکر میکرد درسته، اون فکر میکرد اینا از خدا آمده. خود یهودی ها میگفتن ما اینا رو نوشتیم، میشود که از خود هر به خدا آمده. آقا چه معنی داره سگ رو کشتن؟ چه معنی میده گنجش رو کشتن؟ و نمیدونم یه آخوند گفته بکشن این آهوها رو بخورن مردم. باری هر شبت که شما رو زحمت نمیدم، میگوید که این میگوین به جرم دزدی بوده. این آقایی که کتک میزدن دوست مطلعی زنگ زنگ در علی بوده از خورستان بوده در اواخر شهریور به جرم دزدی بوده. خیلی خوب باید بیان دزدی رو تعریف کنی. عرض کردم دیشب خدمت شما که این قراردادی که سوشال کانترکت که بین مردم و دولت بسته میشود، اگر دولت یکی از این قوانین رو زیر پا بذاره، جمع قرارداد باطل میشه و دولت رو باید سرنگون کرد. به همین دلیل بود که در روزگار دموکراسی ایران نخست وزیر رو استیضاح میکردن، از کار برکنار میکردن، به جهتی که یکی از کارهاش خطا بود. اگر مرحوم قوام سلطنه که سیاستمدار بزرگی بود میآمد و هزار کار نیکم میکرد، یک کار اشتباهی که میکرد مجلس تشکیل میشد، نمایندگان مرحوم رو استیضاح میکردن، بیرون میکردن، چون قرارداد باطل شده بود. یا آقای نخست وزیر نمیتوانست رئیس قوه مجریه باشه. این تعمیم دارد به کلیت دولت. بیایم دزدی رو تعریف بکنیم. در روزگار قدیم هم همچنین بود، یک کسی گوسفندی میدزدید و اینها ژاندارم میزد به کون، گفتن یاغی دولت، تق و پوق و تفنگا رو میبردن یا این بابا رو میکشتن یا میگرفتن زندان میکردن اینها. اما دزدان خطر و تمیز عرض کنم که شسته رفته کرواتی در تهران از بام تا شام میدزدیدن. بنابراین دولت دزد این مشروعیت رو ندارد که حتی دزد رو دستگیر بکند. کمیسیون بگیرید از تانک چیفتن. حالا که فسادی که در روزگار قدیم بود در مقابل فساد عرض کنند که امروز صفر اصلا دیده نمیشه. بچه آخوندهای دزد، یک کسی از که بانکدار بود از کانادا زنگ زد گفت یک بچه آخوندی اینجا هست، یک دختر جوانی از خانواده همین آخوندهاست، 5 میلیون دلار به حساب این بچه 19 ساله پول هست از ایران، دزدی از مملکت. دزدان در تهران نشستن، بیلیون عرض کنم وجوهات مردم گم میشه. این بدبخت بیچاره حالا معلوم نبود چه دزدیده بود. داشتن دوز رو به راه راست میبرن، حتما حالا میرن دست راستش رو اول قطع میکنن تا بعد برسه به نوبات دست چپش. دستور الهی. یکی نبود به این مرد بگه آقا وقتی که این یه دزدی کرده در یک شرایطی از زندگیش که فقیر بوده گرسنه بوده شما دستش میبرین، تکلیفش تا آخر اون باید چه باشه؟ آقای الله مدینه. اینم گرفتاری ماست. خب از این فرومایگی بریم بیرون، شاید بر بال سخن فردوسی آزادی رو حس کردیم و به لمس ستارگان رفتیم. این داستان ضحاک عرض کنم که بدترین نوع استبداد رو حاکم کرده بود، ضحاک تازی است. این خیلی شگفت انگیزه، این میتولوژی ایران بسیار شگفت انگیزه، همیشه خطر رو از اون سو میدیده.
حالا شاید تحت تأثیر حکومت‌های خشن بابل و اینها بوده این اساطیر وجود آمده، اما خطر از اون سو می‌دیده، ضحاک از اون سوست، با عقل و خرد و آزادی مخالف است. به همین جهت است که مغز جوانان رو می‌خورد. اینها سیمبل هست. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان. از این چند اندر خورد با خرد، دیگر از راه رمز معنی برد. کمتر کسی به کار خودش اشراف داشته مثل فردوسی که بداند دقیقا چه می کند و چه می گوید. این ضحاک تازی است همونطور که می دونی، و پدر خود را هم کشته، مرداس و آمده و ایران را گرفته و ما را اسیر کرده و جوانان را می کشه. اما آزادی خواهان بودن. فریدون پیدا شد در فرهنگ ایران زمین برای اما ضحاک رو نکشتن. این هم سمبول از این هست که ستمکارگی رو نمیشود با کشتن از میان برد. ضحاک رو به زنجیر کشیدن و در اساطیر ما آمده است که یک روزی این ضحاک خوناشام جبار ستمگر زنجیرها رو پاره میکنه و میخواد جهان رو پر از ستم بکند، که اهورامزدا گرشاسپ رو برمی انگیزد از سیستان که او را از میان بردارد. و این ضحاکی که به زنجیر کشیده بودند، زنجیر رو سال 57 پاره کرد و این خمینی بود. شما قیافش رو نگاه کنید، قیافه یک جانی بلفطره. شما چشمای مرد اگر نگاه کنید، یک نقاش فرنگی شیطان رو رسم کرده بود با چشمای خمینی. کاملا خوب بود، یعنی هارمونی داشت با حالت شیطان. ضحاک تازی همین خمینی بوده. و جمشید که دچار کبر شد و غرور شد، به دقت همون کار شاه سابق دیگه، خودش رو کم کم از ناپلئون و اینها بالاتر میدید و میگفت این غربی ها همه باید بیان نوکری ما رو بکنن. و اصلا من دیگه یه مش چاپلوس هم بودن مثل اسدالله علم، هم قوادی براش میکردن هم هندونه به زیر بغلش میذاشتن. اون چنون دچار کبر شد و غرور شد که گفت در مملکت من حزب من است و این خاک من است، و هر کس که نمیخواهد بماند 700 دلارش بدهید از مملکت من برود بیرون. فره ایزدی از او دور شد، یعنی پشتیبانی مردم و خائب و خاسر. و من خیلی به مالک ایرانی بسیار متاسف بودم، احوال مردم دیدم که جایی برای مردن پیدا نمیکرد. این آخوندها گمان میبرند که با کشتن و زدن و اعمال خشونت و زور تا صبح قیامت این آخوندها مفخوری خواهند کرد. و من میخوام خدمت شما یه چیزی عرض کنم. بسیار هستن آخوندهای بیچاره گمنام که اینها مبارز هستن و اینها جستجوگر عدالت هستن. ما نامهای اونها رو نمیدانیم، اما به طور روزمره اینها رو خلع لباس میکنن، تبعید میکنن به جاهای دوردست. و این آیات عظام، این دزدان شکم پرست تنگ نظر جنایتکار که امروز هستن، هنوز یکی از اینها جز اون طاهری که اون هم دستش به خون آلوده است، اونم باید محاکمه بشه در اصفهان، معترض نشده که مردم من آخوند هستم، از این گروه هستم، این عمامه پلید بر سر من هست، این گردن کلفت من ناشی از مفتخوری ها از منبال شماست، اینها جنایتکاران هستن، یه کاری باید انجام داد. نه، شکم هاشون رو پر کردن مرتب، خودشون رو اولاد رو احبان و انصار و احبادشون و اینها مثل زالوهای شکم پرست درشت سیاه افتادن به گردن این ملت، خون مردم رو میکن و لب نمی گشاید. یک شجاعتی داشت اونا شیخ منتظری، مبدع تئوری از صورت که ولایت فقیه، که اونم در سر او زدند و مثلا نشسته از اونجا به همون شیوه علی بن ابی طالب. خنگیاش هم این همون هست، هم این خرف بود همون به لحاظ سیاسی. باری بجه بریم برمیم سراغ شاهنامه ما. شاهنامه ایداد ایداد بیداد. خب خب تا اونجا خوندم که فریدون از مادر تبار نژاد خودش رو پرسید که من پسر کی هستم، و تویا گفت که من باید اقدام بکنم، دست به شمشیر ببرم. بله، کنون کردنی کرد، کردنی کرد. این یک اصطلاح زیبا بوده در زبان پارسی،
کردنی کرد، یعنی هر کار میشد کرد، به طور مغلوب هم استفاده میشد. وقتی که ابو مسلم خراسانی رو ابو جعفر منصور خواست، ابو مسلم نوشت، مهری داشت، قدیما مهر داشتن که بر گل میزدن، یعنی بر جوهر میزدن پای نامه، گفت اگر نامه از من رسید که نیمی از مهر در گل بود، یعنی نیمه بود مهر، بدانید که وضعیت من خراب است. و بعد نامه که نوشت، نیمی از مهر او بر پای نامه بود. اون سپه سالارش که نامه رو گرفت گفت کردند، کردنی، یعنی ابو مسلم رو از میان برداشتن. اینا مصطلحات روزگار سامانیان هست، هم در نظم شاهنامه و شعر متین شاهنامه هست، هم در نوشته های طبری و نوشته های روزگار. ببینید میفرماید کنون کردنی کرد جادو پرست، یعنی کار به نهایت رسانید، همه جنایات رو انجام داد، مرا برد باید به شمشیر دست. وضعیت امروز ماست، بایستی مسلح بشوید. یک روز عرض کردم این اقوام ایرانی این برنوهای قدیمی رو بایستی در من روغنکاری و آماده بکنن، چارهای ما دارد کم کم محدود میشود که ما رو میکشن، به خاری میکشن، مردانه بمیریم. این مختار ابو عبید ثقفی که اقدام کرده بود و اینها و کشتگان حسین را کشته بود و اینها، با 6000 نفر در یک کشتی اسیر شدن. مختار گفت شمشیرها رو بکشین همه با هم میزنیم بیرون از این قلعه، حلقه محاصره رو میشکنیم. 14 نفر باش همکاری کردن. وقتی میخواست خارج بشه و نبرد کنه تا کشته بشه، گفت ما کشته بشیم به نام و شما رو خواهند کش به ننگ و به خفت. بعد دستای اونها رو بستن، یکی سر بریدن وقتی تسلیم شدن. کنون کردنی کرد جادو پرست، یعنی درست وقتی که میگوید ما نمیتوانیم احقاق حقوق انسانی خود رو بکنیم، چاره‌ای جز شمشیر باقی نمیماند برای ما. و این وضعیت ماست. اگر ما نتوانیم به طریق مدنی کارها رو انجام بدهیم، با همه ضدیتی که این بنده ناچیز با خشونت دارم، اما این امر مقدسی است، این امر مقدسی است. اسلحه میتواند یک پدیده مقدسی باشد، میتواند یک پدیده پلیدی باشد. مقدس است اون زمانی که برای حصول آزادی به کار برده باشد. گفتم وقتی عرض کنم که پیتر پال مازر طراح این تفنگای برنو، اینا رو 7 میلیمتری ساخته، خیلی زیباست، بلندم هست، دوست داشتم من گرفتم گشتم اینجا، محض اینکه تاریخی است. و با اینها بوئرها انگلیسی ها رو زدند، فرستاد اونجا، یک شعاری ساخته بودن که خدا و مازر به ما آزادی میآورند. احتیاجمند ابزار هستیم. اینکه عرض کردم این برنوهای قدیمی رو باز بیرون کشید، روغن کاری کرد، آماده بود، این هست که هر سبب که چاری سرانجام نخواهیم داشت اگر وضعیت چنین بشود و پیش برود. تا کی؟ آیا توهینی هست که اینها به ما نکرده باشن؟ آیا جنایتی هست که حق ما نکرده باشن؟ فریدون به این نتیجه رسیده، تاریخ به این نتیجه رسیده، میتولوژی ایران به این نتیجه رسیده. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. به پویم به فرمان یزدان پاک، برارم ز ایوان ضحاک خاک. بدو گفت مادر که این راه نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. اینجا دارد استاد با فردوسی میگوید که وقتی در قدم در میدان آزادی میگذاری، از عواطف خانوادگی و اینها و ترس دیکتاتور بایستی بیرون بیه. بله، ببینید میگوید بپویم به فرمان یزدان پاک، برآرم ز ایوان ضحاک خاک. بدو گفت مادر که این راه نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. با همه جهان که نمیتونی در بشی. جهاندار ضحاک با، و میخوام خدمت شما عرض کنم که این دیکتاتورها که میان بر سر کار، اینها تعدادی از اینها آدمایی دارن که براشون آدم میکشن،
معدودی از اینها آدمایی دارن که هم آدم میکشن هم حاضرن برای اینها کشته بشن. وضعیت روزگار روح الله موسوی خمینی به واسطه شور انقلاب یه امید ملت بیچاره و اینها یک محیط ایجاد کرده بود که حاضر بودن برای این آخوندها بمیرن، اما اون بخش باطل شده، باطل شده. اما بخش دوم که هنوز آدم کش دارن، این یکی هست که روز به روز هم بنده گمان میکنم در حال ضعیف شدن هست. این هست که عرب میآورند و نمیدانم آدم کشان لبنان و اینها. این هست. باری برمیم سر مطلب. چو خواهد زهر کشوری صد هزار، کمر بسته آید کند کارزار. جز این است آیین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. همیشه مادرها پدرین نصیحت ها رو بچه ها میکنه که هر کو نبید جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. تو را ای پسر پند من یاد باد، به جز گفت مادر دیگر باد باد. بعد چنان بود که زها خود روز و شب، به یاد فریدون گشادی دو لب. بدون برز و بالا زبیم نشیب، دلش زافریدون شده پرنهیب. چنان بود که یک روز بر تخت آج، نهاده به سر بر ز پیروز تاج. ز هر کشوری مهتران را بخواست، که در پادشاهی کند پشت راست. از آن پس چنین گفت با موبدان، که ای پر هنر نامور بخردان. مرا در نهانی یکی دشمن است، که بر بخردان این سخن روشن است. به سال اندکی و به دانش بزرگ، گوی بر نژادی دلیری سترگ. با درود بر شما وطنان گرامی، در نی خلقت خدا تا در دمی، از کسایی نیزنی بهتر که دید. که من جعل کردم حالت شعر از شهریار هست در باب مولوی. ما یک تغییراتی دادیم اینجا، در حقیقت جعل کردیم اما درست گفتیم. خب برگردیم سر این مطلب. بله، حالا این ضحاک پادشاه بزرگ اعلیحضرت متوسل شده به اطرافیان. از ویژگی های اینها خودکامگان این هست که سعی نمی کنن پایه های حکومت رو بر دوش مردم، به کمک مردم و به اختیار مردم بگذارن. یک مش چاپلوس متملق دور خود جمع میکنن، اینها رو هم علیه هم تحریک میکنن. یعنی وضعیت ارتش ایران چنین بود در روزگار گذشته. به محض اینکه چهار تا سپه با سلخ قهوه میخوردن، یکیشون میگو عجب قهوه تلخی، سه تا دیگهش میرفت گزارش میداد اعلیحضرت نقشه میکشه. در موضوع هر سبت که خرداد 42 چند تا آدم درست حسابی جمع شدن اونجا از رجال مملکت، گفتن آقا این داستان درست نیست، این کاری که علم کرده و آدم کشی و اینها صحیح نیست. آقای سپهبد یزدانپناه دبیر پیش اعلیحضرت میگه اعلیحضرت چه نشستین که توطئه کردن سلطنت رو مقرر کنن؟ بیچاره رو بیرون کرده از کار. اینا هر چه زمان پیشتر رفت بر تعداد بیورزگان که علیه هم اینها رو تحریک میکرد که حکومت بکنند و بر همه ابعاد زندگی این مملکت این یک شخص نظارت داشت. و عرض کنم که این سیستم پادشاهی که اختراعش با ایرانیان بود و به نظر من بارها گفتم بسیار زیبا بود. اساسا اگر یک شاه در جهان باید باشه، باید پادشاه ایران باشه، محل تجلی همه فضیلت‌های نیک ایرانی، که مردم به او نگاه کنند، در رفتار و کردار از او الهام بگیرند و نمایندگی بکند اشرافیت این سرزمین، ادبیات این سرزمین، هنر این سرزمین و هر امر متعالی که در این هست بایستی در وجود شخص پادشاه، که معنی پادشاه برترین توانایی نیک هست، خودش به گرفتار ساواک و شکنجه بود، نمیدونم داستان ها و این حرف ها کرده بود و هر شبت که رفت اون چه رفت. و در این مواقع استرالیست که باره بیورزه ها هم جمع میکنه که حالا چکار بکنی؟ از بیورزه چه کاری برمیاد؟ آقا شما اختیاری به کسی نداری کار بکنی. ارتش بیچاره ایران، ارتش از نظر قوا خوب بود، افسران شریف،
ولی به هیچ کس هیچ اختیاری نده. خودش هم میگوید یک باری در موضوع دانشگاه شیراز، حالا ببخشید اینا تحت العرضه است میگم خدمتتون، دانشجوها شلوغ کرده بودن، یک کسی رو میخواستن عوض کنن، چند تا دانشجو جمع شده بودن این. و بعد تیمسار مبصر که رئیس شهربانی کل بود، این هم احضار میکنم، میگن من دیر رفتم، نوشته خود مبصر هست، میرم خدمتتون. گفت دیر هم نشستن و اینها، همه فکر کردن یک امر خیلی خطیری، حرکتی روسها قرار حمله بکنن چیست و اینها. گفت که آقای نیکا شهردار تهران اومد با دست لرزان اونچنان قضیه رو مطرح کرد که چون که بله این دانشجو در شیراز جمع شدن و اینها و بگیرید و ببندید و ارتش و اینها. آریانا که بسیار مرد خوبی هم بود، من تعجب کردم حرف زد، گفته قربان ارتش رو میپرستیم. محاسه آخه زیر زود تو بازشون گندیده بود، اختیاری هم نداشتن، چیز کوچیکی میشون میخواستن جنرالشیپشون رو نشون بدن. ارتش رو میفرستیم محاصره میکنیم با وجود حمله گازنبوری، حالا چهار تا دانشجو جمع شد دانشگاه شیراز، حمله گازنبوری میکنیم، چنین از سیستم های رومل استفاده میکنیم، مثلا الان اینو نگفته من میگم ولی میکنیم اینو. این آقا مبصر میگه آقا چهار تا دانشجو جمع شدن، من زنگ میزنم به سرتیپ پهلوان میگم چهار تا پاسپورت ببره اینا رو ببره بکنه از دانشگاه بیرون. علم میگوید که پس چرا همین الان نمی کنی؟ جلو همه این حضار مجلس تلفن رو بر می داره مبصر، هر شبت که زنگ می زند به تیمسار پهلوان که آقا این داستان اینجا، شما تا فردا 24 ساعت وقت داری که این قاعده رو خط کنیم و به آرامی دانشجو رو بیرون کنیم. 24 ساعت پهلوان زنگ می زنه که بله ما رفتیم و با چند تا پاسبان خواهش کردیم و اینها، دانشجو رفت. بعد پادشاه میخواست بره مسافرت، همه این تیمسارها یا لاسکوپال در رفته با اینا در فرودگاه منتظر بودن، پادشاه از هلیکوپتر پیاده میشه، مستقیم میره به طرف آریانا داد میزنه، میگه میخواستید برای چهار تا دانشجو حمله گازنبوری بکنید، چهار تا پاسبان سوت کشیدن همه رفتن، اگر امر خطیری بشه چی کار میکنید؟ بعد سکوت میشه، میگه همتون در میروید. و همچنین هم شد. حالا جمع کرده از همون انواع، البته این موبدان یه آدم شجاعی هم توشون بوده، بین اون اطرافیان آدم شجاعی هم نبوده، اگه حرفی هم میزن میتخانش بیرون. خب اینها باید تفسیر بشه، از کنه که تمام این قضایای قدیم باید به وضعیت حال ما تفسیر بشه، باید که ما بدانیم آقا راه ما کجا، چاه ما کجاست، پرونده ما چه بود. خب بله، مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است. حالا این انجمن فوق‌العاده سری چیز امنیت ملی شده است، عرض کردم هر سیستم دوز جنایتکاری یه بنگاه انجمن امنیت ملی هم داری، چهار تا آدم کش به محضی که آخوند خطر بیفته یا اینا، جلسه فوق سری، فوق‌العاده سری، فوق سری جمعه می تحجیل شد که حسن حسین را بکشید. خب همیشه این کار رو کردن. خب بله، مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است، به سالندکی و به دانش بزرگ، گوی برنشادی دلیل ستور. هیچ کجای شعر ایران به قد و قامت شعر خراسان نمیرسه، ممکنه عمقش خیلی بیشتر باشه، اما بلندای شعر، شعر خراسانی رو هرگز ما ندیدیم، بلندای شعر فردوسی و فرخی و اینها رو دیگه تکرار نشد، به واسه که ما ضعیف شدیم، اما عرض کنم که عمق فلسفی شعر بیشتر شد، اما مرتبت شعر و متانت و بلندی و استحکامش بدیم هش هرگز نبود دیگر بعد از فردوسی و آخرینش ناصر خسروست. خب این مطلبی دیگریست. اگرچه به سالندک است این جوان، چون این گفت موبد به پیش گوان، که دشمن اگرچه بود خار و خورد، مرو را به نادان نباید شم. ولی این دختر دسته ساله است، دوازده ساله تو خرفته، اینو خورد نگیرید، ببرید اول ریپ کنید بکشید، بعد دار بکشید، این پردا اجدها میشود، این دختر بکشید او را. ندارم همی دشمن خورد خار، بترسم همی از بد روزگار، همی زین فزون بایدم لشکری، هم از مردم و هم ز دیو و پری، یکی لشکری خواهم انگیختن، ابا دیو مردم برآمیختن، به باید بر این بود هم داستان، که من ناشکیبم بدین داستان. حوصله‌ام گفت دیگه سر رفته، بایستی من این مردم رو سرکوب بکنم. در داستان سرایی و پیوستن این داستان ها مثل زنجیر پولادین به هم،
کسی به پای استاد طوسی نرسید. اگر شک داری شاعر هستی، ببین یک داستانی رو ببین بچ به شعر بیاورید، ببینیم که داستان به قول خودما اصل و وصل چگونه است. بسیار بسیار مشکله، این غزل نیست داره کسی طبع لطیفی داشته باشه غزل بگه. بله بله، یکی محضر اکنون بباید نبش، که جز تخم نیکی سپهبد نکش. نگوی از سخن جز همه راستی، نخواهد بدادن در اون کاستی. زبیم سپهبد همه داستان بدون کار گشتن، بدون همه راستان بدون کار گشتن. هم داستان در اون محضر اژدها، اینجا استعاره است یعنی ضحاک، ناگزیر گواهی نبشتند برنا و پیر. همان گه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. بله، بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. همین گونه که اینا نشسته بودن و جلسه امنیت ملی برقرار بود، فریاد دادخواهی یک تن برخاست و او رو به داخل رهنمون شدن که دیدن یک مردی است که ستم دیده. گفتن از چه کسی ستم دیدی؟ حالا اینجا داستان وقتی کار با آخر میرسد، همون شخص قدرت اول مسئول هست، مسئول هست، مغلطه نکنیم. کسی کارها رو به خود اختصاص میدهد، تصمیمها رو میگیرد، او مسئول هست، گردن اینا اون نمیشه. داستان ضحاک رو بدو گفت مهتر به روی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. بده داد من کامدستم دوان، همین عالم از تو به رنج روان. اگر داد دادن بود کار تو، بیفزایده شاه مقدار تو. تو بر من آمد ستم بیشتر، زنی هر زمان بر دلم نیشتر. ستم گر نداری تو بر من روا، به فرزند من دست بردن چرا. بچه های منه کشتی. نمیدونم چند تا خانواده در ایران هست که بچه های اونا رو کشتن. اینا خدا و انتقامی سخت خواهند داد این ضحاکان عمامه به سر. میبینم اون روز رو من. گفت از دور نمای وحشت زای اون تن من می لرزد. قوام سلطن پیش 27 سال پیش از انقلاب. بله، ستم گر نداری تو بر من روا، کاوه به ضحاک، حالا موبدان و بزرگان امنیت ملی هم همه هستن. ستم گر نداری تو بر من روا، به فرزند من دست بردن چرا. مرا بود 18 پسر در جهان، از ایشان یکی مانده است این زن. خانواده بودن که هنوزم هستن، یکیشون زنده. نمیدونم 5 تاش زمان شاه کشتن، 2 تاش زمان خمینی. همین وضعیت بود. ایشون هستن و به منم محبت دارن، این کتابم برام فرستادن، بهشون درود میفرستم، روی در پاریس هست. خب، مرا بود 18 پسر در جهان، از ایشان یکی مانده است این زمان. ببخشای و بر من یکی در نگر، که سوزان شود هر زمانم جگر. شها من چه کردم یکی بازگوی، وگر بی گناهم بهانه مجوی. به حال من تاج بر در نگر، میفزای بر خویشتن درد سر. مرا روزگار این چنین کوش کرد، دل بی دل بی امید و سری پر ز درد. مرا جوانی نمانده است و فرزند نیست، به گیتی چو فرزند پیوند نیست. ستم را میان و کرانه بود، همیدون ستم را بهانه بود. بهانه چراری تو بر من بیار، که بر من سگالی بد روزگار. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. به به به، این بلاغت فردوسی و زیبایی سخن را به تامل کلام، این مهره های پشت ماست، این شاهنامه حکیم طوس. ستون قومیت و هویت ماست این داستان ها. خب ازی بدید آقای کربلای رو خط هستن باشون آرام آرام صحبت کنیم.
تا چند بیتی دیگه من بخونم خدمتتون. بله دوباره میخونم. از بس زیبا هستن. استدلال کرد و استدلالش کاملا مستحکم بود، همونطور که شنیدید. یکی یکی بر شما ستمکاری او رو که گناه من چیست، در سیستم استبدادی بیگناهان رو هم میکشن چون قانون نیست، داد نیست. زحاک نمونه بیدادگری است. خب بهانه چه داری تو بر من بیار، که بر من سگاری بر روزگار. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی برسد. روزی مرد عدالت خواه آزادی خواه بزرگی است، از آتشی که در کلام و بلاغتی که در سخن دارد زمانی که در باب این موضوعات صحبت میکند کاملا پیداست علاقه این بزرگوار ایرانی چیست. نماینده بهترین فضیلت های ایرانی است حکیم طوس فردوسی. بله تو شاه تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ما. این هفت کشور مشهور بود در قدیم، هفت کشور. از می شود که این نکته رو بگم، اشاره به هفت کشور، همه جهان رو میگفتن هفت کشور. مرحوم ستارخان شیر بیشه شجاعت در تبریز، روزی که این علمهای سفید و سیاه رو برافراشتن بر در خانهات مردم، تسلیم شوید تسلیم یا انجمن اسلامی یا سفارت روس، اینها ستارخان زیر بار نرفت و سفیر روس آمد باش صحبت کنه، گفت آقا شما هم بیان زیر بار، ما به شما پناه میدیم. اینها ستارخان گفت من اینجا نشستم که هفت کشور زیر پرچم ایران بیاد، شما میخواد من بیام پیش زیر پرچم روس؟ ابتدا خودش، بعد اون مجاهدین که در جهان فر بودن در اون اتاق تفنگا رو برکشیدن و ارز کنم که پرچم ها رو یکی یکی زدن. یکی از عظیمترین نشانهای دلیری و دلاوری در تاریخ ماست، این ساق پرچم ها رو که زده بودن یکی یکی با گلوله ستارخان زد انداخت پایین. وقت خیلی زیاد نداریم اما خطها رو باز کنیم. امیر عزیز در اتاق فرمان تا بتوانیم اتیلو هموطن هم شاید بتوانیم صحبت کنیم و من چند بیت میخوانم تا ببینیم چه شد. بله خب پس اینجا هفت کشور به شاهی تو راست، یعنی تقریبا بر همه جهان حکومت میکنی. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید قربان. بفرمایید. درود بر شما استاد عزیز، از ایران تماس میگیرم، تهران. بفرمایید عزیزم. خواهش میکنم، همونطور که متوجه هستین الان در ایران یه رزمایشی هست، رزمایش نیروی انتظامی و طرح امنیت ملی. من یه دو مسئله پیش اومده که میخواستم از طریق شما، از طریق برنامه شما به گوش این آدم ها برسونم که ببینم استقبال میکنن از این طرح ها. یه چیزی در حدود یک ماه پیش در منطقه نارمک تهران صبح زود رفتگری داشته تمیز میکرد خیابونا رو، ببینه یه ماشین نیروی انتظامی میاد میسته و یه گونه از توی ماشین میندازه بیرون. این رفتگر میره نزدیک اون جسد یه دختر برها تحقیق میکنن، البته من اینو از یه منبع خیلی موثق هم شنیدم، تحقیق میکنن و مشخص میشه که دختر خانمی هستش که به خاطر حجابش توی اون منطقه گرفته شده بوده و معذرت میخوام از این اصطلاح استفاده میکنم، 15 نفر از مامورین اون کلانتری به این دختر تعرض کرده بودن و خیلی قشنگ فرپوش گذاشتن روی این قضیه و اصلا صداش هم در نیاوردن. مسئله بعدی هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، کوتاه میگم خدمتتون، پسر من امشب ساعت 10 داشته میومد و منزل دو چیفی دختر خانم اینو جلوش میزنم، همونطوری که اینجوری میگفت پسر من رو گفت یه جلوتر، تقریبا 10 قدم جلوتر یه مامور نیروی انتظامی از اینا که 30 نفر میام میگردن و اینا ایستاده بوده، هرچی این دختر داد میزنه و فریاد میکشه اصلا این آدم به روی خودش نمیاره که حتی پسر من میره جلو معترض میشه که مثلا شما مامور نیروی انتظامی هستی، چرا از این خانم دفاع نمیکنه؟ میگه نه به ما مربوط نیست، حالا تو کوچه بچه ها میگیرنشون از چه حرف بود. و اول این رزمایش فقط واسه نشون دادن عقده های شخصی خودشونه
و من میدونم وقتتونم کوتاهه، ولی نمیدونم خبر دارین که در قانون اسلام پدر یا جد پدری اگر بچهشو بکشه قصاص نمیشه، از 3 تا 10 سال اون زندانی میشه. پدری امروز من در روزنامه همشهری خوندم، مردم امیدوارم برن روزنامه همشهری امروز رو بگیرن، بچه 11 سالش رو در خونه آتیش میزنه، در صورت که 3 روز قبلش این بچه رو با اسلحه تهدید کرده بوده که میخوام بکشم، از پلیس میخوان که کمک بکنه، مدیر مدرسه که مثلا بچه روش تعریف میکنه میگن نه اما باید درگیری بشه بیم. در حال این رزمایش رو نمیدونم تا همیت ملی، من نمیدونم اصلا چه عزیزم ممنونم از شما، وقت ما تمام شده، خیلی ممنونم از شما، قربان شما، متشکرم. بله این قربان شما، اینا برای مصرف داخلی ترساندن مردم هست. این رژیم توخالی نه ارتشی درست حسابی دارد، نه نیروی هوایی دارد، هیچی ندارد این رژیم، یه مش ریشو گذاشته اونجا و به همین دلیل هم میخواد بمب اتمی درست بکنه، چون میداند که چیز هیچی نیست این رژیم. گذشت اون روزگار که مردم خودشون رو در جهنم خوزستان با کلید بهشت و اینا برای آخونده به کشتن میدادن. مردم نفرت دارن از این دست داستان، چون میبینن مردم ایران مردم بزرگی هستن و من مطمئن هستم که سرانجام هر شبت که اینها رو به زوالدان تاریخ دادن کلیشه از خواهند انداخت، در این شک و تردیدی نیست. وقت ما در اینجا هم به تمام گرام پایان رسید، در خدمت شما هستم به مدت 1 ساعت، استدعا دارن 2 دقیقه، من عرض میکنم 2 دقیقه، میبینم هموطنی 15 دقیقه صحبت میکنه، توجه نمیکند به این امر عرض بنده. اگر با من امر مهمی دارید در ساعت بعد، اما اکنون که همه هموطن هستن اجازه فرمودید 1 خط بیشتر نداریم. با سپاس از سامان و امید گرامی در اتاق فرمان و با سپاس از همه شما هموطنان همزبانانی که سرسرگیزی برنامه رو بندیم، تا برنامه دیگر، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.